خدمت گلروی ماه تمام شما دوستای عزیزی که بیننده ای ما هستین، امیدوارم از هر جایی که بیننده هستین خوب صحتمند و سرحال باشین و یلدا علی با رامین اسلمی جمعی از همکاران دوستان مهمانان خدمت شما هستیم تا بهترین برنامه رو هم امشب تقدیم شما کنیم و موضوع جالبی انتخاب کرده، موضوع جهانی هست، روز جهانی جمعیت و رامین جان بیشتر در موردش شما صحبت خواهد کرد فعلا. اما من قسمت دوستای من گرفتم چی نشد؟ دوستای عزیز چون جمعیت بسیار زیاد بود خواستی جمع بسته کنی کلگی روز جهانی جمعیت بود نه؟ گفتم یک جمع بندی خوب سعی شد حالا اگر گفتم دوستا بازه قیق یک معلوم میشه یک دوستای بسیار محکم بود دوستای عزیز من هم سلام دارم خدمت تمام شما عزیزانی که وقتتان را اختصاص میتین به دیدن برنامه امشب و امیدوار هستم تا پایان هم با ما همراه باشین. اما قسمی که یلدا جان گفت امشب قرار است درباره روز جهانی جمعیت صحبت بکنیم، جمعیتی که روز به روز افزایش پیدا میکنه و ما کمتر شاهد کاهشش هستیم، حتی در کشورهایی که از لحاظ جمعیت زیاد هم هستن بازم میبینی که چند برابر شده میره به جای که کم شوند. ای که چقدر چالش برانگیز است بر همون کشورها و در کل بر کل کره زمین زندگی رو سخت‌تر می‌سازه و تمامی مسائل قرار است امشب روش بحث داشته باشیم. بله، مخصوصا در کشورهای فقیرنشین یا کشورهایی که اقتصادشان زیاد خوب نیست یا کشورهای جهان سومی رشد جمعیت بسیار بالا هست و چیز جالبی که در این کشورها هست این هست که جمعیت جوان این کشورها زیاد هست. یک نکته مثبت هست، اما بله. در عین حال یک جمعیت جوانی که نه کار دارن نه پول دارن نه سواد درست دارن و اما متاسفانه کشورهای جهان اولی با تمام پیشرفته بودنشان جمعیت جوانشان یا نسل جوانشان بسیار زیاد کم هست و همه قسمی که آل در این کشورها میگن فرزند کمتر زندگی بهتر، در اون کشورها شعار میتن که فرزند بیشتر زندگی بهتر. دقیقا یک نمونه بارزش کشور خود ما هست، جمعیت جوان بسیار خوب داریم نام خدا، بیشتر از من یک تحقیق خواندم که 68% جمعیت کشور ما نیروی جوان است. یه تقریبی است، شاید بیشتر باشه شاید کمتر باشه، اما این یک نکته بسیار خوب است. اگر ما درست زمینه سازی بکنیم بتونیم از اینا کار بکشیم خیلی به پیشرفت کشور ما کمک میکنه. حرف از خوب بودن جمعیت جوانان کشور ما شد، هم اضافه کنیم که بیشترین معتادین هم از قشر جوانان کشور هست، متاسفانه به دلیل اینکه کار ندارن، پول ندارن، زمینه تحصیل، زمینه کار برشان فراهم نیست، مهاجر میشن، وقتی دوباره برمیگردن با مشکلات زیادی که مواجه میشن بله. دست به اعتیاد میزنن. مهمان عزیزی دارم، دکتر صایف هست که در این رابطه میخوایم صحبت کنیم که در عنوان یک دکتر نسایی ولادی که در شفاخانه کار میکنن رشد تولد کودک ها چطور است، کمتر شده یا بیشتر شده؟ خیلی خوب، پس من شما رو تنها میمونم پای صحبت هایتان میشینم. بله، تشکر میکنم. مهمان من هم دکتر صایف نجم و سما شفاجو هستن که بیشتر فرمان دکتر صایف بیشتر صحبت خواهد کردیم همراهشان. شبتان بخیر. شب شما بخیر. بخیر اومدین دکتر صایف. سلامت باشین. بفرمایید لطفاً. اگر لطف کنید در همین وسط کاوچ ما بشینید که لایت های ما صورت زیبای شما را بهتر نشان بده برای بیننده های ما. کامرا در خدمتتون هست، میتونید سلام علیک داشته باشید. سلام و رحمت الله، امیدوار هستم که جور باشین و صحتمند و امیر قمه که یلدا جان گفتن با خانواده های تعداد کمتان خوشبخت باشین. امیدوار هستم دکتر صاحب. خانواده های افغانی ماشاءالله تعداد جمعیت بسیار زیاد است نی؟ بله. شما هم که مادر هستین مطمئنن ده که دو تا طفل چاره نشده، خانواده خسار حتما گفته 3-4 تای دیگه هم باید شوه. دکتر صاحب، اوضاع احوالتان در سراسر اید چطور بود و حال که اید گذشته چطور است؟ والا اید خوب گذشت، بسیار عالی، اما چون بازم از امواج کرونا بسیار احوالای گرم است و شیوعش زیاد شده و گپ سر جمعیت است و سر نفوس زیاد و شیوع مرض کرونا هم در جمعیت زیادتر و زیادتر میشه، از خاطر با جمعیت کم شیوع امراض کمتر میشه که رفت آمدها در اید بسیار خواهش کردیم که کم باشه. امیدوار است ما رفت آمد کم کردیم، امیدوار هستم که در فامیلا هم کم بوده باشه تا از شیوع از این امراض ما جلوگیری کرده باشیم. خدا کنه که همه قسم بوده باشه شیوع ویروس کرونا جلوگیری کنین. دوستا میتونین آمار بتین که روزانه در شفاخانه‌ای که شما کار میکنین چقدر کودک به دنیا میایه؟
از ماه شفاخانه شخصی است، تعداد ولادت ها از ماشاءالله زیاد است، به او حد که حتی ما یک دفعه گفته بودم که ولادت 22 ما به دست خود دادیم. 22 و اتو مریض داریم که 15 نقصان کرده، 5 اولاد زنده داره، هی 20 تا یک دو تای خودم از دست داده، هنوزم میخواد که اولاد داشته باشه. قسمی که شما در طنز گفتین که به خاطر آمدن فرزند پسر میخواین که کثرت ولادت ها را زیاد بکنن، حتی که از خانم اول اولاد نشد باز ازدواج دوم و سوم میکنن. من یک خانم شوهرم میشناسم که 11 دختر داشت و رفت به ازدواج دوم، از ازدواج دوم خودم 3 دختر دیگه داشت. یعنی تعیین جنسیت که دختر باشه و یا پسر، این همه ما میفهمیم که مربوط به کروموزوم مرد است، اما مقصر خانم ها میدانن و ازدواج های زیاد میکنن. ببینیم که کثرت جمعیت چقدر به سرعت بالا میره که از یک خانم دختر، باز دیگه خانم دختر، باز ازدواج سوم میشه و بالاخره چهارم. همین رقم کثرت ازدواج ها هم زیاد میشه. ای که فرزند پسر میایه یا نمیایه، دخترها زیاد میشه. الحمدلله با آمدن دخترها خو ما خوش میشیم، اما مشکلات خود زیاد میداشته باشه. امیال که افغانستان با کثرت جمعیت مواجه است، اما ایره ما مدیریت کرده نمیتونیم در افغانستان با ای اقتصاد خرابی که ما داریم، با ای امکانات کمی که ما داریم، مخصوصا از نظر صحی بسیار زیاد ما به چالش ها مواجه میشیم. مخصوصا صحت زن که در افغانستان بسیار به چالش مواجه است، به مشکلات مواجه است، و آمار مرگ میره بلند در خانم ها و در مادران ما داریم در افغانستان، این زیاد زیادتر میشه و قرار است که این جمعیت زیاد زیادتر شد، به خاطر که روش های جلوگیری از کثرت ولادت ها را مخصوصا در این وقت کسی مراعات نمی کنه و مردا بسیار خود کنار می کشن از ایجاد وقفه بین ولادت ها و تمام روش ها را باید میگن خانم ما مراعات بکنه. اگر تابلت های ایجاد وقفه بین ولادت ها است باید زن بخوره، اگر لوپ ماندن است باید زن بانه، اگر کپسول در زیر پوست است باید زن بانه. اما یک روش بسیار آسانه که مرد باید او را عملی بکنه تا از کثرت ولادت ها و کثرت اولاد ها جلوگیری شود، یک روش بسیار آسانم او به خود نمیپسنده که انزال خارجی است، که این طریقه سنت است و محمد رسول الله به خاطر از اینکه اولادش زیاد نشه و به او رسیدگی کرده بتانه انزال خارجی میکرده و آن طریقه های پیشرفته و مدرن نشه است که از او میتونه مردا هم استفاده بکنه. اما متاسفانه باید بگویم که در این مورد مردا خود مسئول احساس نمیکنه، به این خاطر که یک مطلق بسیار خوب دارن، میگن که روزیش خدا میته، سنگینیش هم زمین ور میداره، حالا طفل از بون که بیاید دیگه هر چقدر باشه خیلی خوب است، ولی به این فکر نمیکنن هم آینده داره، تربیه داره. از آماری که شما دادین پس اقسام برداشت کردن میتونیم که تولد دخترها بیشتر از پسرها هست؟ پس بله، تقریبا گاه دخترها بلند می باشه، گاه پسرها بلند می باشه، منتها گپ دیگه است که کثرت زیاد داره، اما قدر که تلفات مردا زیادتر از در جنگ ها و در حادثات در افغانستان زیاد است، مردا زیاد تلف میشن، اما باز هم تعداد مردا زیادتر است. از مرگ و میر مادران صحبت کنین دکتر صاحب، فعلا مرگ و میر مادران و کودکان بر اثر ولادت ها بیشتر شده یا کمتر؟ آخرین آمار را که یونیسف گرفته بود یافته بود که افغانستان هنوز هم بلندترین آمار مرگ و میر در سطح کشورهای آسیایی داره، که این یک رقم بسیار تکان دهنده بود و این حقیقت هم است که از حقیقت باید چشم پوشی نکنیم. اما زیادتر دلایل مرگ اینمی ولادت های انسدادی یا اختلاطات در دوران حاملگی، در جریان ولادت، بعد از ولادت تشکیل میده، که انوز هم متاسفانه باید بگویم که تا سال 2050 که نفوذ افغانستان دیگه هم زیاد میشه، خدا بدانه که آمار مرگ و میر مادر چقدر بلند بره و در این امکانات کم که ما خدمات بر مادر داریم، منتظر مرگ و میر مادر بسیار زیاد باید ما باشیم. والا با این مثالی که پیشتر شما دادین که یک خانم 22 طفل به دنیا آورده،
دیگه چیزی در وجود از باقی نمیمونه برای ادامه زندگی. خب امیدوار هستم خانواده ها حداقل اگر به فکر تربیه فرزند نیستن، یکم به فکر تربیه همی صحتمندی مادران و خانم هایشان باشن. یکم این سوال رو شخصی تر میکنیم، خودتان چند تا طفل دارید؟ من 3 دختر دارم. 3 دختر ماشاءالله. شما هیچ تلاشی برای این نکردین که خب پسر نیست دیگه، یک پسر حتما باید باشه؟ اصلا هم نه ما و نه شوهرم یک روز هم نگفتیم که ما باید فرزند پسر داشته باشیم، و همیشه هم میگم که خداوند هدایت کننده است، خداوند برای مستقیم بره. میگم که امی دخترای ما باید اینقدر تحصیلات بالا داشته باشن که مردها را رهبری بکنن. ماشاءالله. یعنی تفاوت بین دختر و پسر باید حداقل مادر پدر خو باید نکنه، و یک روزم نگفتم که من باید پسر داشته باشم. چیزی که خداوند برادم مقرر کرده باشه و نصیب گردانیده باشه او را میکنه. از این 3 دختر من خداوند نمیتونست که یکیش پسر بکنه، خداوند نخواست، در خیر من نبود و من به این قانع هستم. خدا رو شکر. امیدوار هستم تمام خانواده هایی را متوجه باشن. وقت ما کم است، ولی من میخوایم یک سوال دیگه هم دوستای بخش تکنیک ما یک سوال دیگه میپرسم. تا بال شده بپرسین از مادرها یا خانواده هایی که برای ولادت میاد پیشتون که دلیلشون برای داشتن فرزند بیشتر چی است؟ یکی که امی پسر زیاد میخواین، و یکی هم میگن که شوهرای ما زیاد خوش دارن. اولاد هم من حیث یک آله ساتری به دنیا میارن که در خانه ما طفلک نیست، ساتری خانه نداریم، میخواییم که یک ساتری یک به خانواده اضافه بکنیم. من حیث آله بازی یک فرزند دیگر به دنیا میارن. متاسفانه واقعا من ناراحت شدم از این طرز فکر، ولی چیزی که هست که هست. در خانواده های فقیرتر باز این قسم است که میگه فرزند بیشتر داشته باشیم تا اینا باز بیشتر برن کار کنن، پول بیشتر داشته باشیم. متاسفانه. به هر حال دکتر صاحب نجم سما شفاجو، تشکر از اینکه شب تشریف آوردین، صحبت های خوبی داشتین، و شما دوستای عزیز هم امیدوارم این نکات را مد نظر داشته باشین. فرزند کمتر زندگی بهتر. چرا زندگی بهتر؟ به دلیل اینکه راحت تر میتونین و تربیهشان و زندگیشان و آیندهشان برسین. بازم خودتون بیشتر میفهمین، ولی نگوین که چرا یلدایی رقمی گفت. دوستای عزیز یک رفت و برگشت کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم. با ادامه برنامه امشب خوش آمدین. تشکر از یلدا جان و مهمانشان که صحبت‌های بسیار خوب داشتن. مطمئن هستم اگر شما هم همون طرز فکر را داشتین، مطمئن هستم که از این به بعد می‌خواین که تغییرات بیایه. اگر شما هم می‌خواین ذهن هوشمند، فکر توانمند و زندگی صحتمند داشته باشین، پس انرژی قوی و صحیح و نفیس پارتی را از یاد نبرین. همیشه نوش جان بکنین. و تشکر می‌کنم از حمایت کننده مالی برنامه ما. در این قسمت از برنامه مهمان دارم، جناب عبدالحلیم حکیمی، استاد دانشگاه هستند. سلام و شبتان بخیر، خیلی خوش آمدین. عاقبت بخیر، سلامت باشین. خوشحال هستم از اینکه امشب در کنار خود داریم، و امشب قرار است روی جمعیت صحبت بکنیم. جناب استاد، جمعیت رو به افزایش است در کل دنیا. بله بله. که یک مشکل کلان را ایجاد میکنه، از کمبود اکسیژن گرفته تا منابع طبیعی و تمامی مواردی که حتی رسیدگی کردن سخت‌تر میشه، آلودگی ها زیادتر میشه و مشکلات دیگه هم داره که مطمئناً شما بیشتر میخواین با اونا صحبت بکنین روشان. از نواقص شروع میکنیم. چی نواقص میتونه داشته باشه افزایش جمعیت در فامیل، بعد از اون روی اجتماع؟ الحمدلله و صلات علی رسول الله. سلام خدمت شما و هر تمامی کسایی که برنامه را میبینن و میشنون، و همچنان همکارای تکنیکی که بسیار زحمت میکشن پشت صحنه. واقعا بله. عرق ریزی از اوناست که صدای ما را مردم میشنوه. سلامت باشه. مردم هم میتونه تماشا بکنه. زنده باشه. زحمت کشیشون قابل قدر هست. دقیقاً. شما میدونین که افزایش جمعیت یک معضل کلان در جامعه بشری فعلا هست. همه دنیا شعار میتن که اولاد کم، زندگی بهتر، چوتا خاندان، زندگی آسان. در کشورهای همسایه گپا زیاد پاکستان، هندوستان شعار مرواج است، و در اکثر دنیا میگو اولاد کمتر، زندگی بهتر. و به نظر ما افزایش جمعیت مشکلات متعددی را به جامعه بشری به وجود آورده که اگر یک آسیب شناسی بکنیم این مسئله را. بله. که دنیا که به دنبال عزیز که افزایش جمعیت مشکل ایجاد کرده، آیا واقعا افزایش جمعیت باعث ایجاد مشکل شده یا عوامل دیگری هم هست؟ به نظر ما درست است که افزایش جمعیت نظر به اینکه محدودیت های
امکانات بسیار محدود هست. بله. افزایش جمعیت باعث مشکل ایجاد مشکل ها میشه. بله. ولی اگر یک نگاه دقیق به ثروت بکنیم، به توزیع ثروت به شکل عادلانه بکنیم، بله، دیگه باز افزایش جمعیت مشکل آفرین نمیشه. ما مشکلاتی که خود ما هم داریم مندازیم روی کنترل جمعیت. بله. مالتوس میگه که نظریه مالتوس بیشتر مطرح است در دنیا، که عوادارهای خود هم در دنیا، در شرق و در غرب، در کل دنیا داره. بله. دانشمند به نام مالتوس بود که افزایش جمعیت، انفجار جمعیت مطرح کرد که کره زمین به انفجار جمعیت مواجه است. و اگر دقیق نگاه بکنیم به قضیه جمعیت و مشکلاتی که از این ناحیه گویا ایجاد شده، بله، ایست که قدرت‌های بزرگ دنیا در توزیع ثروت عدالت را رعایت نمی‌کنند. به نظر ما افزایش جمعیت مشکل ساز هست، ولی آنچنانی که بی‌عدالتی ها در این راستا نقش بسیار زیاد را داره، بله، افزایش جمعیت آنقدر مؤثر نیست. حالا ببینیم ثروت تمام نفوس دنیا در اختیار 10 الی 20% افراد است. 80 تا 90% ثروت و سرمایه در اختیار 10 الی 20% افراد است. 10 الی 20% سرمایه و ثروت در اختیار 80 الی 90% نفوس است. اینا شما ببینید که مشکل از کجا جور میشه. هیچ تعادل برقرار نیست دیگه. اصلا نه. 20% طرف سرمایه دار هستن، 80% کسایی هستن که فقیر هستن. فقیر هستن، بله. اینا 90% ثروت را 20% افراد یا 10% افراد اختیار دارن. 10% سرمایه را 80 الی 90% نفوس در اختیار دارن. اینجاست که مشکل ایجاد میشه. اگر توزیع ثروت به شکل عادلانه باشه، باز این انفجار جمعیت به وجود نمیاد، افزایش جمعیت مشکل آفرین نمیشه. بله. ببینید ما برای جمعیت بسیار نیاز داریم. کشورهایی که اعلان میکردند در گذشته ها که 4 تا خاندان زندگی آسان، اولاد کمتر زندگی بهتر، نمونه بارزش کشور ایران همسایه. بله بله. کشور ایران، کشور پاکستان. بله. اما حال نیست، برعکسش است. برعکسش شده است. مشکل از کجا جور شد؟ وقتی شعارها زیاد شد، کنترل به وجود آمد. برای افزایش جمعیت کنترل ها وضع شد که کنترل شده، باید جمعیت زیاد نشود. نسلی که قبلا بود سنش کلان شد، یعنی جمعیت پیر شد، جمعیت گذشته پیر شد، این طرف جمعیتی که باید جای از او را پر بکنه محدودیت وضع شد. نیروی جوان، نیروی جوان. حالا در کل دنیا ما با قلت نیروی جوان مواجه هستیم که خوشبختانه کشور خود ما، بله بله، کشورهایی است که نیروی جوان زیاد دارن. بله. و عاملش هم اینه که در اینجا این محدودیت نبود. این محدودیتی که در دیگر دنیا بود که شعار داده میشد، تشویق میشد از طریق میدیا، مطبوعات، بله، همه افکار عمومی طوری روان بود که باید کنترل شود، جمعیت کنترل شود، خانواده ها کنترل بکنند خود را. کنترل خانواده ها نتیجهش این شد که حالا دیگه خودشون با یک چالش روبرو شدن. نیروی کاری کمتر داره. نیروی کاری کمتر. پس فایده هایی هم داره اگر جمعیت افزایش پیدا بکنه. اگر کوتاه بگوین که چی مزایا میتونه داشته باشه. یکیش که نیروی کار است. یکیش نیروی کار شد. نیروی کار است. و دومی که ما وقتی که فکر میکنیم که جمعیت زیاد مشکل ایجاد میکنه، اینطور نیست. ثروت که عادلانه توزیع شوه مشکل حل میشه. وقتی ما در خانواده ها اولاد داشته باشیم، خوشی را اولاد میاره. تعدادی از خانواده ها در کشورهای مختلف کوشش میکنن که هیچ اولاد نداشته باشن. حتی در چین تعداد به عنوان فداکاری میکنن برای کشور خود، برای ملت خود. هیچ طفل به دنیا نمیره. هیچ طفل به دنیا نمیره به خاطر که به ملتم خدمت کرده باشن، فداکاری میکنن. ما میگیم که بعضی مشکلات از نداشتن اولاد به وجود میاد. انسان خوشی رو میخواد، راحتی رو میخواد. این راحتی دو بود داره. یک بود مادی هست، یک بود معنوی هست. شاید در بود مادی افزایش اولاد، داشتن اولاد مشکل آفرین باشه برای مدت کوتاه. اولاد برای مدت کم بار دوش خانواده و پدر و مادر هستند، ولی بعد از گذشت یک مرحله اینا خودشان به یک نعمت بزرگ تبدیل میشن. اولادی که اول ساله باشه، اولاد ساله باشه. همون که میگه سیاهی لشکر نهایت بکار، 200 مرد جنگی بیا 100,000. بله. اما یک کسی یک جای خواندم، یک تنزه، یک از پادشاه های افغانستان امان الله خان، یک کسی را تشویق کرد که 13 بچه داشت. خب. مهمانش کرد و تشویقش کرد و مدال برش داد که تو این 13 بچه داری و تقریبا 2 درجن بیشتر از 2 درجن هم بچه هایت هستن.
باز او گفت که چه حس داری؟ باز ای آدم گفت که 13 تا نمی بود، یک تا می بود امان الله می بود. این 13 تایی که ایت به درد من نمی خورن، به درد جامعه نمی خورن، به درد ملت نمی خورن، عناصر اضافی در جامعه هستن، از او کده که یک تا می بود امان الله می بود که مثل خودت کل دنیا را پاچوی میکرد و پاچوی کشور را در اختیار داشت. بله. دیگه به این قسم اگر زیادی بی کیفیت باشه این مشکل آفرین هست. بسیار خوب. ولی اگر کیفیت باشه، ما یک چند نقطه دیگر را میخواییم داشته بله. باشیم. در یک از عناصر قدرت ملی جمعیت است. کشورهایی که دارای قدرت ملی هستند، گرچه نقش نیروی بشری با افزایش تکنولوژی یک مقدار کم شده، ولی باز هم یک از عناصر عمده قدرت ملی هر کشور جمعیتش است. حتی دیدگاه تا سال قبل طوری بود که کشوری که از 40 میلیون نفوسش کم باشه او دارای قدرت ملی نیست. خب پس جمعیت نقش اساسی داشته، نقش اساسی خود داشته. و در کشوری که در جامعه‌ای که ما شما زندگی میکنیم در افغانستان، هر قدر که بچه‌ها یک آدم کمتر باشه، نفوسش کمتر باشه، در قریه و در محله و قدر زیاد چیز نیست. ما زندگی‌ها را به سطوح مختلفش اگر بررسی بکنیم، بله. در زندگی تمدنی اولاد کمتر ترجیح داده میشن، ولی در زندگی قبیلوی و اطرافی و بدوی اونجا اولاد بیشتر مطرح. دیگه هر کس نیروی کاری بیشتر، نیروی داشت کاری بیشتر و نیروی نفرات بیشتر داشت، دستش بالا هست. خب جناب استاد، اینال ما رسیدگیش هم مد نظر بگیریم بله. که امو پدر فامیل که هست، امو طفلای خود میخواد کلان بکنه، از لحاظ مادی ببینه که آیا من توانایی از امیر دارم که مثلا 6 طفل به ثمر برسانم یا نه، یعنی کلانشان بکنم، رسیدگی درست بکنم، و مکتب روانشان کنم، تمام خواسته هایشان رو برآورده بکنم. این موضوعات خیلی مهم است که باید بلکن، قبل از قبل برآورد شوند. گپ مهم هم دمی است که یک آدم توانی را نداره که 5-6-10 تا را تربیت بکنه. باز اونم آدم یه 13 تا طفل می داشته باشه. اینی مشکل ایجاد میکنه. اگر طوری تعادل برقرار شود که یک آدمی که توانایی تربیه 5-6 طفل داره داشته باشه، هیچ مشکلی نیست. بتونه تربیت بکنه، تعلیم بده، تحصیلش همه امکانات چه رسیدگی کرده بتونه، هیچ مشکلی نیست. ولی کسی که این توانایی مادی را نداره، اما دو تا طفل کلان کرده نمیتونه، و این خودش مشکل آفرینه. و در جامعه ما شما مشکل دیگه ای که دکتر صاحب صحبت کردن است که زیاد مردم به دنبال بچه هست. دقیقاً یک موزل کلان، یک موزل کلان هست. حالا ببینید دختر هم هدیه خدا هست، بچه هم هدیه خداست. بله. حتی گاهی اوقات دختر دلسوزی و مهربانیش به مراتب بالاتر از بچه است. دقیقاً بس بچه ها بودن که پدر و مادر رو قدر تحویل نگرفتن، بله. ولی این دختر بوده که پدر و مادر رو به آغوش گرفته، تحویل گرفته، خدمت کرده. بنابراین جامعه موشون به سمت نادرست روان. من کاملا گپایتان رو تایید میکنم، همین گپ هست، نباید هرگز فرق قائل شویم. رای حلش چی از جناب استاد؟ اگر ما بخوایم که جمعیت کنترل بکنیم، در سطح اجتماعی بخوایم بحث بکنیم، محدود شدن نسل بهتر است یا تنظیمش؟ ما اگر از دید اسلام، چون مسلمان هستیم، بله. جامعه ما جامعه اسلامی هست، اگر از دید اسلام به این نقطه نگاه بکنیم، اسلام با تهدید نسل مخالف است. این اسلام، در اسلام اجازه نیست که یک آدم، یک خانم زاد و ولد خود قطع بکنه. بله. تا یه عملیات جراحی رحم خود مثلا عملیات بکنه، بیرون بکنه که زاد و ولد تولید و تناسل قطع شوه، این ناروا است، محدود شوه. بله. ولی اسلام تنظیم نسل را تشویق میکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث میخوانیم که تشبیه میکنه، میگه شما اولادایتون از سر اسب به زمین نزنین. دقیق تعبیر میکنه که میگه طفلتان اگر وقفه در بینشان نباشه، پی هم تولد تناسل صورت بگیره، طفل قبلی وقتی هنوز کلان نشده طفل بله. بعدی بیایه، شیر مادر از لحاظ طبی یک مقدار مشکل ایجاد بله. میکنه وقتی که در بدنش طفل دیگه ای باشه. طفلی که در آغوشش است، یه آدم بسیار صدمه میبینه. پیامبر اسلام میره تشبیه میکنه بین این حالت، میگه شما طفلتون از سر از پایین نبندازین. این طفلی که در آغوشتان است، کوشش نکنین که طفل بعدی بیایه کو طور صدمه ببینه مثل که یک آدم از سر اسب به زمین افتاده بله. باشه. یعنی خودتون تنظیمش بکنین، خودتون تنظیم بکنین. بله. این تنظیم نسل شریعت اجازه میده، ولی تهدید نسل اجازه نمیده. بسیار خوب، بسیار تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و مهمان برنامه ما شدین. هم از دید اجتماعیش بحث کردیم، هم از دید اسلامیش بحث کردیم که افزایش جمعیت یا کاهش جمعیت چقدر میتونه خوبی ها داشته باشه و چه بدی هایی میتونه و اسلام باشه. تشویق کرده در احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به افزایش جمعیت بله. تشویق کرده. ما در روایت هم داریم که عزیز مصر و فرعون مصر
هر دو همه چیز داشتن ولی اولاد نداشتن. هر چیز که یک آدم داشته باشه ولی اولاد نداشته باشه، بزرگترین نعمت است. بزرگترین نعمت اولاد است. اولاد باشه با اندازه خوب باشه، بله. نه اینکه یک آدم هر تعداد زیاد شوه ولی با حالتشان رسیدگی کرده نتونه. از تهدید کرده که تنظیم نسل باشه، تربیت درست شوه. همون که میگه که سیاهی لشکر ناید بکار، 200 مرد جنگی بیا 100,000، میترسید که کیفیت توجه شوه. بسیار خوب، بسیار تشکر از شما، شب خوش براتون آرزو. سلامت باشید. قربانتان. رفت و برگشت کوتاهی داریم، برنامه امشب ادامه داره. به ادامه برنامه امشب خوش آمدین. رسیدیم به لحظات بسیار خوب برنامه امشب، لحظاتی است که معلومات ما را میتونیم بیشتر بکنیم. بخش چی گپا. یلا جان، چی آماده ساختی بر ما؟ رامین جان، گپاتی قرار است که در رابطه با روز جهانی جمعیت میخواییم یک معلومات بتیم که این رویداد هر ساله در 11 جون برگزار میشه و هدفش هم آگاهی سازی درباره مسائل و مشکلات جمعیت جهان هست. و نه ای که از این روز بیاییم تجلیل کنیم. روزی هست که باید آگاهی دهی شود در رابطه با وضعیت جمعیت جهانی و این رویداد در سال 1989 توسط شورای مدیریت برنامه عمران ملل متحد بنیانگذاری شد که در همین 11 جون برگزار میشه هر ساله و روز جهانی جمعیت با هدف افزایش آگاهی مردم در رابطه با مسائل مختلف جمعیت از جمله اهمیت تنظیم خانواده، برابری جنسیتی، فقر، سلامت مادران و حقوق بشر این روز آمد ایجاد شد. بسیار خوب. بله، و از دوستای بخش تکنیک خواهش مند هستم در گوگل یک بار سرچ بزنن آمار فعلی جمعیت جهان را تا دوستا به صورت آنلاین مشاهده کنن. بله، همه قسمی که میبینین خودتون رامین جان میبینی در حال تغییر هست. بله. نوشته از جمعیت کنونی جهان 7 میلیارد است اگه من اشتباه نکنم. 7,958,926، اما در حال تغییر هست. کم و زیاد میشه. زیاد میشه، کم نمیشه. زیاد میشه، یعنی به جمعیت جهان در حالت افزودن و افزایش هست. رشد جمعیت جهان. متولدین امسال را نشان میشه که همچنان در حال افزایش هست و متولدین امروز، مرگ و میر امسال، مرگ و میر امروز و در آخر رشد جمعیت در سال جاری را نشان میتن. این آمار جهانی است دیگه. آمار جهانی است. در سراسر جهان یک آمار گرفتن تخمینی و در هر ثانیه میگن یک کودک به دنیا میآید. و این آمار را دارن. یعنی دوستایی که فعلا بیننده برنامه ما هستن و فعلا برن سرچ بزنن، در این وقفه مطمئنا این آمار بسیار بالا رفته. تغییرات زیاد میآید. یعنی آمار مرگ و میر کنتر است نظر کنتر به آمار زاد و ولد. اما آمار تولد بسیار زیاد بالاتر هست. حالا میایم روی افغانستان. در سال 1399 که آمار گرفته شده بود، 20% جمعیت افغانستان بین 15 تا 24 سال سن داشتن. اداره احصائیه هم اعلان کرد که جمعیت افغانستان در سال 1399 به 32,900,000 نفر میرسید و بیشتر از 71% جمعیت در دهات زندگی میکردن و تنها 8 میلیون نفر که شبه 24% جمعیت در شهرها زندگی میکردن. و این برآورد این را هم نشان میده که 67% یا 22 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر 24 سال سن دارن و در سالهای اخیر از نظر جوانی جمعیت ما یک رو به افزایش هستیم و از جمله 20 کشور اول جهان قرار داریم. بسیار خوب. نکته بسیار خوب هست که نیروی جوان داریم، اما یک نکته منفی هم در اینجا هست که وقت کار نباشه به نیروی جوان ما، وقت زمینه نباشه، اونا 100% کشور ترک میکنن میرن به کشورهای پیشرفته، اونجا هم زمینه کار براشون فراهم است، هم زندگی خوبتر دارن. از این بابت ما از یک طرف اگر فایده کردیم، از یک طرف دیگر در حال ضرر کردن هستیم. شدیداً در حال ضرر کردن هستیم، چون از این نیروی جوان نمیتونیم استفاده درست داشته باشیم. وقتی آمار را می‌بینیم در نگاه اول قسمی برآوردها نشان می‌ده که شمار مردها از زنان بیشتر باشه. و البته این برداشت کلی یک برداشت گمراه کننده هست. به دلیل اینکه گروه‌های سنی را وقتی در نظر می‌گیرن، جمعیت زنان در گروه سنی 15 تا 64 سال بیشتر از مردان هست. و اختلاف بیشتر در گروه سنی بالای 65 سال هم همچنان مشاهده میشه. حالا این آماری که در سال 1399 از طرف احصائیه منتشر شده بود که 32.9 میلیون کل جمعیت
افغانستان بود و 22 میلیون نفر هم زیر 24 سال سن داشتن، 24% در شهرها زندگی میکردن، 71% در دهات زندگی میکردن و 5% هم مردم کوچی بودن. بله. اما آماری که در سال 1400 خورشیدی منتشر کردن گفتن که 33 میلیون و 600 هزار نفر رشد جمعیت بوده، یعنی سال 1399 32 میلیون بود اما در سال 1400 33 میلیون شد. 1401 دیگه هنوز آمار درست نگرفتن و این آمار هم یک نسبتاً آمار تخمینی بوده چون سرشماری دقیق صورت نگرفته بوده. بله. گفته که امکانی هم هست که بیشتر ازی باشه. خب جمعیت یک تغییرات زیاد آمد در امی اواخر، بخصوص در وقتی که ما نظام ما تغییر کرد، جمعیت ما هم خیلی تغییرات زیاد آمد. هده زیادی از هموطنهای ما مهاجر شدن. بله. دوباره سرشماری کردن هم یکم که دشوار است و زمانگیر. دقیقاً. و اما خب جمعیت ولایت های افغانستان را نشان می‌ده که کابل با بیش از 5 میلیون نفر پر جمعیت ترین شهر در کشور هست و بعد از او هم هرات با بیش از 2 میلیون نفر، ننگرهار با جمعیت 1 میلیون و 700 هزار نفر سوم هست و باقی ولایت ها هم که جمعیتشون کم رنگ تر هست نسبت به فکر میکنم که از کابل زیادتر هم باشد تا 5 میلیون شاید تقریبی باشه، به خاطر که وقتی در سطح شهر میری، وقتی که بیروباره که هر منطقه شهر کابل رو میبینی، از 5 میلیون مطمئن هستم بلندتر رفته باشه حاله. بله، این هم به هر حالش آمار جمعیت افغانستان بود. بله. که اداره احصائیه در سال 1400 منتشر کرده بود، باز هم گفته بود که تخمینی هست. بله. 100% نیست، امکان داره که کمتر بوده باشه ولی امکانی که بیشتر بوده باشه زیادتر هست. وقتی به خانه ها سرشماری میره، من این فکر میکنم خودم، اگر خانواده ها فکر کنن که این کمک است، یعنی به ما کمک قرار است شوه، اگر اعضای فامیلشان 6 نفر باشه میگه 16 نفر. باز اگر قرار باشه به طور مثال این فامیل فکر کنه که هرچی تعداد فامیل ما بیشتر باشه، از من مالیه بیشتر گرفته میشه یا پولی گرفته میشه، اونا مقدارش کمتر میگه، تعداد فامیل کمتر میگه. خب رامین جان، اگر یاد ما باشد، من دقیقا یادم است که سال 1399 بود یا 1400 بود، اداره احصائیه بعضی فرم ها را توزیع کرده بود به خانه ها و خودشان یکی میامدن سرشماری میکردن. حتی در داخل شهر کابل خانواده ها همکاری نمیکردن. بله. به دلیل اینکه در اون فرم باید تعداد دخترای خانواده هم نوشته میشد و اصلا مهمتر باید اسامیشان نوشته میشد، چون باید مطمئن میشنن خب این خانمی که در این خانه وجود داره خب حتما اسمی هم داره، پس حتما تذکره هم داره، شناسنامه هم داره. اما خب خانواده ها چون ماشاءالله زیاد غیرتی هستن همکاری نمی کردن. وقتی فکر که داخل کابل همکاری نکرده باشه، تو از یک منطقه که در دهات هست چی انتظار داری که مردش به راحت بگه که در خانواده من چند نفر هست و خانم های خانواده کی است یا دخترای خانواده کی است؟ نامه شهر تا بنویسه در بیبر. بله، متاسفانه. به هر حالش ایچی گپ های امشب ما بود. دوستان امیدوارم معلومات کافی و وافی داده باشیم. باز هم شما راحت میتونین در گوگل سرچ بزنین آمار را ببینین. اما نزدیک شدیم به وقفه رامین. بله، تشکر از خودت یلدا جان. معلومات بسیار خوب بود. رفت و برگشت کوتاهی داریم. برنامه امشب ادامه داریم. سلام پدر. سلام پدر. و علیکم. خوب هستی؟ شکر. از کار بخیر آمدی؟ بخیر باشی. گفتم یک کم جیب خرچی برای من میدادی، تا پنتون کار دارم، کرایه را نداشتم. جیب خرچی؟ آه، یک پیسیم خلاص شده. بگی کم از خبازم. صحیح سان، تشکر. آخر هفته برات میتم. برو. خیلی چیز هم نمیشه. سلام علیک. خوب بخیر. خوب ازی پدر جان. شکر. ولمو فیزیک کنکور میدادی از دو ماشه. هست پشت پیسه؟ فیزیک کنکور؟ آه. دو ماره خانم دو ماه دیگهش مانه امورم خلاص شده دیگه. ای را بگید یک دفعه. ولی ای از یک ماره میشه. سلام پدر. سلام. سلام.
حالا برم پیسه میتی؟ چرا؟ کتابچه ندارم. اون روز استاد با مرالت کرد که خطکش زد، گفت چرا کتابچه نداری؟ برای هر مزبونت گفت جدا جدا کتابچه بخر. کتابچه های دیگه من پر شده. از امون کتابچه های پار سال از استفاده که شاید اگان ورق خالی مانده باشه. خواه هیچ کدامش نمانده، کلش پر شده دیگه. گفت دیگه بگیرین، اون روز مرزد استاد. و پیسه بودی که چند تا کتابچه بگیرم. ای را بگی، برو دیگه. پیسه سی تا کتابچه از دیگه خونه میشه. سلام علیک. سلام علیک پدر، خوب هستی؟ بخیر. علیکم. جانه جل. جلابم یکشی گم شد. این یکش مونده. چی کنم؟ نو بگی. او طرف که جلاب مرابطه. بخی برو جمع کن. بخی هر کن. بدل هستی تو؟ بخی برو. یک جلاب نمیگیلی. هر کدام تان میان پیسه. بخی برو. چی شده؟ بچه های کوزه ملگه کون کردن، پاپلک خلیدن، مرده ملگه کون نگلفتن. گفت تو پیسه ندولی، برو اول پاپلک بغل، با تره در ملگه کون میگیریم. یک پنجی خوبه تی خیل است، پدر یک پنجی بیت یک پاپلک بخلان. پیسه نیست، برو بچیم، برو. خیلی پدل، یک پنجی بوتی. امروز اصلا بسیار خراب است، برو. پدل، خیلی. او طرف کو بخی برو. بخی برو. یک پنجی بوتی. بخی برو. تو کسی پدل هستی، پایین رو پنه میتی مالا. چی حال است؟ چی روز است؟ یکیش میای پیسه جیب خرچی می بوتی، یکیش میای پیسه کورس ما بده، یکیش کتابچه و قلم نداره، یکی دیگهش اینجا مریض است، افتیده. پیسه دوای زیر ما چی کنم ماشم؟ دیگهش هم که شیرخور. ماشم خدایا. خود دیگه یک رحم و روشنی کو من نمیفهم چی کنم. تشکر از حمایت کننده برنامه ما. اگر میخواین فکر توانمند، ذهن هوشمند و زندگی صحتمند داشته باشید، پاسپورتی انرژی درینگ را که یک انرژی قوی، صحی و نفیس است، حتما انتخاب کنید. رسیدیم به بخش گزارش ما و بریم ببینیم که شهروندان ما در رابطه با رشد جمعیت نظرشان چی است. اصلا اطلاع دارن ما چیزی به نام روز جمعیت داریم یا نی؟ من فکر نمی کنم که زیاد مهم باشه به مردم که روز جهانی جمعیت هم اصلا وجود داره. زیاد مزه میداد؟ بسیار مزه‌دار بود. اما وقتی که اعلان میکردی گفتی که پس از این انرژی پارتی که رامین جان نوش جان میکنه شما هم نوش جان بکنید. من فکر کردم که اعلان کردی. کنترل جمعیت در کشور ما در فامیلا اصلا مورد نظر نیست. یعنی هیچ کس فکرام نمیکنه دربارش. من مطمئن هستم اول اگر همکار ما در سطح شهر پرسیدان باشه از هموطنای ما که از روز جهانی خبر جمعیت دارن یا نی. من مطمئن هستم که خبر ندارن و چقدر کنترل میکنن خودشان. اینو بریم ببینیم. بریم ببینیم. سلام، وقتتون بخیر. علیکم السلام، وقت شما بخوش. بخیر باشین. میشه خود معرفی کنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نام محمود شاد، ما از فارغ از پانزه حقوق و اکانتن البیرنی هستم. نصرت الله ملکزاده هستم، یکی از باشندگان دنگه کابل. اسم احمد ولی سعیدزاد است، باشنده کابل. اسم احمد سجاد است، یک تن از باشندگان ولایت کابل. مصروف چی کاروبار است؟ فعلا دیگه اینجا درس میخونم، فعلا کار خاصی ندارم. مصروف کاروبار در یک از کمپانی های دواسازی هستم، بخش مارکتینگ. فعلا در رستوران، در رستوران هست. در فامیل چند نفر هستن شما؟ ما در فامیل در حدود 15 نفر هستیم. در فامیل تعداد ما 7 نفر. در فامیل 9 نفر هستیم. در فامیل تعداد ما 11 نفر است. چرا فامیل های افغانی بیشتر دوست دارن که تعداد اعضای فامیلشان زیاد باشه؟ دیگه فامیل افغانی، افغانستان یک کشور که مردم بیشتر سنتی هست و اونا کوشش میکنن که تعداد اعضای فامیلشان بیشتر باشن. خب نظر به خودشان از شوقشان است، اما که میخواین نفر تعداد فامیلشان زیاد باشن. دیگه یکی میخواه کم باشه و یکی میخواه زیاد باشه، او هم خاص خودشان از دیگه به خودشان تعلق داره. والا بعض انحنات از به حساب هر کس میخواد که موضوع فامیلش قومش زیاد باشه،
شاید به شما بیشتر معلوم باشه که سابق می رسم و رواج و فرهنگ و عنانات فامیلای افغانستان بوده، خواستن یعنی اولادای بیشتر داشته باشن. خود دوست رو در آینده چند طفل داشته باشه؟ دیگه ان شاء الله دوست دارم که هر چه زیاد باشیم بهتر. دوست دارم ما دوزارم دا آینده فرزند کم باشه، کم در تربیتش، در اخلاقش، نمایش رسیدگی شود. خب دوست دارم در آینده چهار طفل داشته باشم که بتونم با تربیتشان، با خوراکشان، با پوشاکشان و تمامشان رسیدگی کرده بتونم. می خواهیم دو طفل یا نهایت سه طفل، از او زیادتر نمی خواهیم باشه. مردم میگن که فرزند کمتر زندگی بهتر. خود به این گپ چقدر موافق هستی؟ یا میگن که فرزند بیشتر زندگی خوشتر، کدامش؟ نه امو این گپ نیه که کم باشی زندگی بهتره، برای که اگر زیاد هم باشی برای از اونها یک چی داشته باشی، مثلا یک برنامه خوب داشته باشی، انشاءالله زندگی هم خوب میشه. نه هم فرزند کمتر هم خوب است، بیشتر بار چی که نباشد زودتر کدام شب بگیری، یک شب بگیری دیگه چند فرزند کم خوب است. این گپ درست است که فرزند کمتر زندگی راحت تر، این گپ درست است یقینا به حساب کلگی به این باورمند است. فرزند کمتر زندگی بهتر، به خاطر اینکه انسان فرزند کمتر داشته باشه میتونه درست به تربیتش، به تحصیلش، به همه چیزش درست توجه کنه. به نظر خودت یک پدر به یک مادر به دو یا چهار فرزند خوبتر رسیدگی کرده میتونن یا به ده دوازده تا طفل؟ دیگه خب پدرها فرق داره دیگه، اگر باز پدر که استعداد بالا باشه بتونه برنامه ریزی داشته باشه میتونه که 12 تا اولاد هم رسیدگی بتونه. و مو 4 و 5 زمین خوب رسیدگی کرده میتونن، به خاطر که زیاد بود دیگه باز نمیشه رسیدگی صحیح. تمام کس میفهمه که فرزند هر چقدر کمتر باشه با تمام چیز رسیدگی کرده، با مادرم میتونه که به حساب با تمام چیز رسیدگی کرده بتونه. فرزند که زیاد باشه باز بعضی مشکلات به بار میاره. فرق میکنه نظر به فامیلا، نظر به فکر و اندیشه پدر و مادر است که چی رقم به اولاد خود رسیدگی کنند، اما به فکر من نظر به شرایط فعلی که داریم و شما مشاهده میکنیم، فرزند از دو یا سه فرزند نهایتش به نظر ما خوب نیست. بله، گزارش را هم که دیدیم اطلاع زیادی در رابطه با روز جهانی جمعیت نداشتن، اما اعتقاد شدید بری داشتن که حتما باید جمعیت خانواده ها زیاد باشه. شما چند نفر هستین در فامیل؟ ما در فامیل فعلا 6 نفر هستیم، پدر جان، مادر جان، من و 3 تا برادرم. خواهرم ازدواج کرده، خواهرم بود، خب ازدواج کرده. خیلی خوب، پس زیاد پر جمعیت گفته نمیشه دیگه فامیل شما. خب تو چند تا فرزند داری؟ من تا فعلا فرزند ندارم، یک سال از ازدواجم میگذره هنوز فرزند ندارم. اما خوب است ما از اول پلان بگیریم که در فامیل یعنی در آینده میخوایم چند تا فرزند داشته باشیم. معاشی که من دارم چقدر میتونم که اونا رو تامین بکنم؟ بله. یعنی آینده سازی بکنم بر از اونا، بعد از او واسه اقدام شوه خیلی بهتر. بله، چون آخر سر به این گپ بر نخورین که باز فرزندتان بگویه که خب مجبور نبودی، مرا میتونستی به دنیا نیاری. چرا خواستی مرا به دنیا بیاری وقتی حال نمیتونی برام زندگی بهتر مهیا کنی؟ دقیقاً. وقت برنامه ما هم ختم شد و خیلی تشکر از اینکه تا این لحظات برنامه با ما همراه بودین. شبتان خوش، لبتان خندان، خوابای خوب ببینین در کنار فرزندان نازنینتان. خدا نگهدارتان.